میخوام این شهادت این زن رو که تجربه بهشت رو داشته بشنوید. 8 میلیون آمریکایی این تجربیات رو داشتن، تجربیات نزدیک به مرگ، به عبارت دیگه موقت مردن. من دکتر نیستم ولی از پزشکا شنیدم که اگر مثلا یه نفر 2-3 دقیقه 5 دقیقه مرده باشه یا فکر کنم 8 دقیقه بگذره دیگه مغزش میشه مثل مغزش دیگه مرده، فقط ممکنه زندم نگرش دارن، فقط نفس میکشه، با دستگاه میتونه نفس بکشه، یعنی هیچی، فقط یه تیکه گوشت. ولی بعضی از این افراد مردن 1 ساعت، 2 ساعت، 3 ساعت، 1 روز، 2 روز، 3 روز مردن و دوباره زنده شدن با فرمان خداوند. اینها رو خداوند به بهشت یا به جهنم یا به هر دو جا برده، بهشون نشون داده و برشون گردونده روی کره زمین که بیان برای مردم تعریف بکنن. این 8 میلیون فقط در آمریکا هستند. در کشورهای دیگه هم این اتفاق افتاده، بعضیا به زبانهای دیگه است که من نمیفهمم که بتونیم براتون ترجمه بکنیم، ولی به زبان آلمانی شنیدم هست، به زبان دانمارکی یا نروژی شنیده بودم، چند روز پیش نگاه میکردم هست، اکثرا به زبان انگلیسی که انگلیسی است که اکثر مردم بتونن بفهمن. به هر حال یکی از این شهادت ها این خانم هست که الان دیگه نسبتاً سنش بالاست، ولی سالها قبل این اتفاق براش افتاد و خداوند بهش رو نشون داد. از زبان خودش که دوبله شده به زبان فارسی براتون پخش میکنم، با ما باشید. فرشته خدا کنار تختم آمد. بالهایش شبیه رنگین کمان بود. حدوداً به بلندی 12 پا و ردایی سفید به تن داشت. سمت چپ این فرشته تقریباً پشت سرش عیسی ایستاده بود و او در سمت راست عیسی بود. و عیسی به من لبخند زد و فقط فرشته صحبت کرد و گفت بیا و شکوه خداوند را ببین. و بلافاصله از اتاقم خارج شدم و در بیرون دروازه های بهشت ایستادم. عیسی آنجا نبود، اما فرشته بود. دروازه ها 1 مایل ارتفاع داشتند و گویی به نظر می رسید از میله های آهنی ساخته شده بودند. انگار با مروارید بر روی آن طرح‌ریزی شده بود. می دونید، 1 مروارید بود و نور چراغ های زیادی از درب‌ها ساطع می شد. و 2 فرشته در 2 طرف درب ها بودند. آنها قد بلند بودند و موهای طلایی داشتند که تا پایین کمرشان می رسید. و آنها نگهبانان درب ها بودند. بعد فرشته بزرگی که با من بود به سمتم آمد و با من صحبت کرد. و سپس یکی از آنها از درب وارد شد و کتاب زندگی مرا بیرون آورد. و اسم من روی آن کتاب بود. مری کاترین بکستر که در 2 طرف کتاب نوشته شده بود. و سپس فرشته کتاب زندگی مرا باز کرد و چیزی را خواند و گفت او اجازه دارد وارد شهر بشود. بنابراین من با این فرشته که بالهای زیبا داشت وارد آن شهر شدم. ما وارد چمنزاری شدیم. همه جا پوشیده از چمن بود. وای خدای من. و بر روی چمنزاری که بهش نگاه می کردم الماس قرار داشت. بعد نگاه هم به گلها افتاد. گلهایی در قسمت راستم بود. انبوه زیادی از گلها بود که گلبرگهایشان را باز کرده و برایتان موزیک می نواختن. و بعد در قسمت چپم 5 مرد با ردای سفید بودند که در اطراف 1 ستون ایستاده بودند. و دوباره سرم را برگرداندم. روی تپه‌ای تعدادی درخت بود که میوه‌های بسیاری داشتند. متوجه شدم خانواده های زیادی از هر قوم و ملیتی آنجا بودند که دور هم ایستاده بودند و صحبت می کردن. بعضی از آنها روی چمن نشسته بودند و بعضی ها داشتن میز پیکنیک را آماده می کردن. و آن بچه های کوچک داشتن از درختان میوه می چیدن و می خوردن، اما هیچ آبی از میوه ها بر روی دستانشان نمی ریخت.
من داشتم به همه اینها نگاه می کردم و آوای پرستش خداوند رو می شنیدم. ستایش شگفت‌انگیز خداوند. و یادم میاد صدای نوت‌های موسیقی رو در بهش شنیدم و موزیک همه جا شنیده می شد. و هنگامی که اینها رو تماشا می کردم می دونید همه جا زیبایی مطلق بود و زوال در آنجا وجود نداشت. اگر برگ گلی می افتاد پوسیده نمی شد و فقط گل دیگری می روید. و هیچ قانون مرگی در بهشت وجود نداشت. بعد فرشته به من گفت بیا و شکوه خداوند را ببین. با او به راه افتادم به جایی که مردی آنجا بود و فرشته‌ای که موهای بلند زیبایی داشت را دیدم که از راهی پایین آمد. در بهشت فرشته‌هایی را دیدم که بعضی ها با بال بودند و بعضی ها بدون بال و رده‌های مختلفی داشتند که بر اساس کاری بود که می‌بایست در بهشت انجام بدهند. در بهشت رکورد‌های دقیق هر چیز را نگه می‌دارند. در بهشت نظم و ترتیب برای آنها وجود دارد. و در کتاب عهد عتیق می‌گوید هر گلدانی را دو فرشته زن حمل می‌کنند. بله داشتم می‌گفتم که فرشته از آن راه پایین آمد و به نظر می‌رسید که فرشته زن بود. گاهی شما میتونستید درون بدن آنها را ببینید. آنها نوری شفاف بودند. و بعضی از فرشتگان موزیک مینوازند و رده‌های بلند با جیب‌های بزرگی بر تن دارند به طوری که فلوت‌هایشان را در آنها می‌گذارند. و گاهی خیلی سریع حرکت می‌کنند، انگار پرواز می‌کنند. به خاطر همینه که بهشت فوق‌العاده است. و بعد مردهایی رو میبینم که دارن البانس درست میکنن و من به آنها نگاه میکنم. آن فرشته‌ای که با من بود گفت آنها دارن البانس برای قصر شخص در اینجا یعنی در بهشت میسازند. و آن رو برای عیسی میبرند. او استاد سازنده هاست. و آن مرد به من گفت هر کاری که این شخص امروز انجام داد به فقرا غذا داد برای بیماران دعا کرد و یا هر کار خوب دیگری که انجام داده باشد، پاداشش را در بهشت دریافت خواهد کرد. آنها دارند گنجهایشان را در بهشت می سازند. بنابراین من به او به عنوان طراح و سازنده این ماده نگاه می کردم. آن را از روی سینی برداشت و بعد باز بر روی سینی ریخت. یکی از فرشته های که شبیه اسپانیایی ها بود، موهای سیاه زیبایی داشت. و لبخند می زد. دستانش را داخل این ماده که شبیه محلول بود کرد. آن مواد به روز تبدیل شد و از آن روز صدای موزیک شنیده می شد. و آنها این سنگ را طراحی کردند که حدوداً به این بلندی و این درازا بود و همه گلها در آن سنگ بودند و آواز می خواندند. آیا شما میتونید قصری رو تصور کنید که این چنین ساخته شده باشد؟ ما به سمت چپ این راه میرویم. فرشته گفت بیا و شکوه خداوند را ببین. من دارم حرکت میکنم و چیزها رو میبینم. در قسمت راستم عرابه‌های معلق در هوا را میبینم. هنوز ساختمان‌ها را ندیدم اما این عرابه‌های زیبا رو میبینم. و من وسیله هایی مثل وسایل حمل و نقل که مردم را حمل می کنند و به شکل راکت های سفیدی هستند را می بینم و سپس عرابه خدا را دیدم. چرخ های آن بسیار بزرگ بود. می خوام بهتون بگم بلندیش به بلندی ساختمان امپایر استیت بود و چرخهاش آتشین بودند اما هرگز جواهرات آن آتش نمی گرفتند. این تخت پادشاهی خدا بود. سپس به پشت سر نگاه می کنم و در حدود 50 اسب نر سفید می بینم. پوست هایشان شبیه ساتن سفید بود. اسب های بسیار زیبایی بودند. از پشت سر در حدود 4 پا پهنا داشتند. پاهایشان به این بزرگی بود و حداقل به بلندی 30 پا بودند. و من داشتم به آنها نگاه می کردم و فرشته به هم گفت تماشا کن، نگاه کن و من نگاه کردم و تمام 50 تای آنها در کنار هم ایستادند. زنی در جلوی آنها بود. میدونستم که او یک نجات یافته بود. نجاتش را در خون عیسی مسیح دریافت کرده بود و او مقدس شده بود که به بهشت رفته بود. لباسهایش خیلی زیبا بود. به رنگ صورتی کم رنگ و جلوی اسب‌ها ایستاده بود. و گفت
مخلوقات ما میبایست خداوند را ستایش کنند. شما در مقابل خدا خواهید رفت و تعظیم خواهید کرد و خداوند را ستایش خواهید کرد. همه آن اسبا تعظیم کردند، دهانشان را گشودند و همگی در یک زمان خدا را ستایش کردند. و من دریافتم عجب صحنه زیبایی است. سپس به راه رفتن ادامه دادیم. در آنجا دیواری بود و من با دستم لمسش کردم. از پلاتین خالص بود و دیواری وجود داشت که انگار چیزی مثل چرخ داشت. میتونستید حسش کنید و آن هم به دستتان میخورد. واقعا زیبا بود و من به پایین نگاه کردم. داشتم در خیابانهای از طلا راه میرفتم. بعد فرشته گفت میخوام تو را ببرم و بهت اتاقهای ثبت مدارک را نشان دهم و گفت که آن مکان در دنیای خداوند است و ما هرچه که در روی زمین اتفاق می افتد و زندگی انسانها را در آنجا ثبت می کنیم. او گفت هر شخصی که در کره زمین متولد شده باشد کتاب ثبت شده در بهش دارد. و بعد مری بکستر میگه چطور او فرشته ها را می بینه. فرشته هایی که در واقع تمام مدارک ثبت شده از داده ها و رفتارهای شما را نگه می دارند. با ما باشید در برنامه داستان‌های ماورای طبیعی. به مری بکستر امکان یک سفر روحانی کامل از بهشت با فرشتگان و کشتزارهای زیبا داده شد. به او گفته شد که فرشتگان فقط از صبح تا شب آواز نمی‌خوانند. آنها همچنین پرونده‌ها را ثبت می‌کنند. بنابراین فرشته من رو به آن اتاق ثبت مدارک برد و بر روی تمامی درپای یک شماره و یک حرف الفبا قرار داشت که به نام خانوادگی یک شخص مربوط می شد. و او گفت هزاران اتاق مثل اینها در آن بالا وجود دارد. همونطوری که بهت گفتیم ما رکوردهای دقیق را نگه می داریم و هر کسی که تولد دوباره بیابد پیامش به اینجا می آید و ما به تو نشان می دهیم که چه اتفاقی خواهد افتاد. بنابراین من با این فرشته به بیرون از بهشت و در بالای زمین منتقل شدم. او گفت خدا صحبت کرده و من باید به تو چیزی را درباره اتاق ثبت مدارک نشان دهم. بنابراین تو می تونی به مردم روی زمین بگویی. بعدش گفت برای انجام این کار خدا به من اجازه و قدرت داده. گفت ما به یک کلیسا در روی زمین خواهیم رفت و شما در واقع میتونید ببینید کسی را که دارد نجات پیدا میکند. شما بعدها این پیام را موعظه میکنید و مردم را به محراب فرا میخوانید و الان ما به شما نشان میدهیم که چه اتفاقی در روح خواهد افتاد. گفتم باشه. بعد ما پایین آمدیم تا به کلیسایی رسیدیم. همه ما داخل کلیسا بودیم اما آنها نمیتوانستند ما را ببینند. و او گفت چه میبینی؟ گفتم خب فرشتگان زیادی را میبینم. 12 فرشته آنجا بودن. 2 بر روی سکو، 1 در عقب کلیسا با قلمی در دستش. و آن فرشته زن گفت همچنین فرشتهی در آن بالاست که مسئولیت فرشته های دیگر را بر عهده دارد. او گفت هر کلیسایی بر روی زمین توسط خدا و فرشتگانش مقدر شده است. گفت نگاه کن و یاد بگیر. بنابراین من نگاه کردم. واعظ داشت به دنبال هم موعظه می کرد. هنگامی که گفت می خواهد هدایای مردم را جمع آوری کند، 2 فرشته با کتاب های اعمال حاضر شدند و شخصی که هدیه می داد اسمش را می نوشتند با ذکر مبلغی که داده و با چه نیت قلبی این کار را انجام داده. و سپس تمامی آنها برای همه چیز دعا کردند. فرشتگان کمک کردند به آنها که بر روی پولها دعا کنند. این چیزها برای خداوند خیلی جدی هستند. بعد آنها اسم کلیسا، اسم کشیش و سن کشیش را نوشتند. همه کارهایشان بسیار منظم بود. بعد از اینکه همه اینها انجام شد، آن مرد دوباره شروع به موعظه کردن درباره گناهان کرد. در به انتهای کلیسا باز می شود و مردی وارد می شود که به شدت مست است. به سمت جلوی کلیسا می آید و می گوید من گناهکاری قدیمی هستم. احتیاج دارم که نجات پیدا کنم و تولدی دوباره داشته باشم.
واعظ گفت خب پسرم، آیا واقعا میدونی چه میگویی؟ مرد گفت بله، من برای سالهای متمادی از خداوند دور شدم. دلم میخواهد زندگیم را به او بدهم. این آن چیزی بود که مرد گفت. بنابراین دو فرشته از سکو پایین آمدند بدون آنکه با آن مرد حرفی بزنند. و کتاب مقدس را باز کردند و برای او شروع به خواندن کردند که چطور میتواند نجات پیدا کند. و بعد بلافاصله دو فرشته قدرتمند در دو طرف مرد ظاهر شدند. فرشته‌ای که با من بود گفت ما به تو چیزی را در مورد عوض شدن قلب اشخاص نشان خواهیم داد. همچنین به تو نشان خواهیم داد که گناه چه بر سر انسان می آورد. دور تا دور بدن این مرد پوشیده از نوارهای سیاه بود مثل سیمهای بلنگو. اما به محض اینکه اون نزد خدا به گناهانش اعتراف کرد و در نام عیسی بخشش طلبید، آن نوارهای سیاه منفجر شدند. و آن فرشته گفت ببین ما چه کردیم. آن مرد گفت خب من یک فرد الکلی و دروغگو هستم. خدایا مرا در نام عیسی ببخش. مرا در خون عیسی بشوی. و موقعی که یکی از فرشتگان آن نوارها را لمس کرد، آن نوارهای سیاه آتش گرفته و ذوب شدند. هر دفعه او به گناهانش اعتراف می کرد و می گفت من به عنوان یک فرد عاقل به همه گناهانم اعتراف می کنم و از خدا می خواهم مرا در نام مسیح ببخشد. تمام بندها شروع به افتادن می کردن و او تمام بدنش گرم می شد. یک فرشته قلب او را لمس کرد. قلبش که قبلا سیاه بود به قرمز تبدیل شد. و حالا مردی را تماشا می کردم که ایستاده و خدا را ستایش می کرد. بعد ما کلیسا را ترک کردیم و فرشته خدا گفت 3 روز گذشته، میخواهم به تو صحنه دیگری را نشان دهم. سپس من را به آپارتمان کوچکی برد. همون مرد بود و بر روی مبلی دراز کشیده بود و 2 یا 3 فرشته آنجا در اتاق بودند و گفتند که آن مرد دارد میمیرد و مرد به سینه اش شنگ انداخت و به او حمله قلبی دست داد و مرد. دیدم که روحش از بدنش بیرون آمد، درست در کنار جسمش ایستاد و مثل سایه بود، شبیه فیلم نگاتیو عکاسی و شفاف بود، به طوری که نمیتونست دقیقاً بگید چه کسی آنجاست. 2 فرشته که در کنار او بودن گفتند ما اینجاییم تا تو را به بهش ببریم و گفتند من هم باید با آنها بروم. آنها آن مرد را به مکانی در بهش بردن که رودخانه حیات در آنجا جریان داشت. این رودخانه آبی بود که هر کسی می توانست در آن قدم بزند و شنا کند و هر چقدر آن آب جلو می رفتید غرق نمی شدید. خیلی زیبا بود، اما در هر طرف این رودخانه درخت هایی بود برای شفای قوم ها. آنها برگ هایشان را می کندند و به آن مرد می دادند تا بخورد و این آب را بیاشامد. بنابراین او داخل رودخانه حیات شد. از طرف دیگر بیرون آمد و شما میتونستید بشنوید که خانوادهش فریاد خوشحالی سر داده بودند. در حقیقت در خون مسیح از اسارت گناه پاک شده بود و فرشتگان از هر سو به این فریاد شادی نگاه میکردند. و فرشته به من گفت که آن مرد به این قسمت برخواهد گشت و ما میبینیم که چه کار باید بکنیم. پس او من رو به راه روی برد، جایی که در پای تاقی شکل زیادی دیده میشد و درپا باز بودن. یک اتاق برای تاجها بود، یکی برای شنلها، یکی برای رداها. و فرشته گفت به خاطر اینکه او به تازگی نجاتش را دریافت کرده بود، فقط یک ردای نجات خواهد گرفت. اما او در اینجا، یعنی بهشت، به مدرسه خواهد رفت. دیدم که فرشته مرد را آورد، اما هنوزم نمیتونستید بگید او همون مرد بود، چون شفاف به نظر میرسید. و آنها او را به اتاق بردن و می شنیدم که آنها با او می خندیدن. من می دونستم که دارن ردا را به او می پوشانن. بعد که او را بیرون آوردن، مردی که وقتی می مرد 80 ساله به نظر می رسید، انگار 29 یا 30 ساله شده بود. موهای مشکی داشت، قد بلندتر بود و لبخند می زد. فرشته ها گفتن ما می دونستیم کدوم ردا متعلق به تو بود، فقط داشتیم باهات بازی می کردیم. و
گفتن بیا، حالا میخواهیم تاج را بر سرت امتحان کنی. گفتن تاج نجاتت را دریافت کن. پس آنها او را به اتاق دیگر بردن و شما میتونستید خنده و بازی آنها را با او بشنوید. او با تاجش که بر روی یک سینی بود بیرون آمد. تاج از طلا بود. طلای خالص با دندانه های بر روی آن. آنها گفتند که خدا باید این تاج را بر سرت بگذارد. این آنچه بود که فرشته به او گفت. وقتی ما برگردیم مروری داریم بر فرشته ها، موسیقی بهشتی و تخت پادشاهی خداوند. در قسمت بعدی برنامه ما ورا طبیعه. به مری بکستر بهش و فرشته ها و زمین های گسترده زیبایی را نشان دادند. و او دید که فرشته ها چه کارهایی در روی زمین انجام می دهند و حالا او را به سمت تخت پادشاهی خدا می برند. آنها مرد جوان را به سمت تخت پادشاهی خدا بردند در حالی که کتاب اعمالش در دستش بود. تخت پادشاهی خدا با شکوه و قدرتمند و رفیع است. در جلوی آن تخت هزاران صندلی قرار دارد. صندلی بچه ها همگی از طلای خالص هستند که بچه ها بر رویشان می نشینند و صندلی آنها الماسی بزرگتر از مشت شما دارد. و از آنجا شما پیانویی را می بینید به بزرگی 40 پا که 3 فرشته آن را می نوازند. 2 فرشته ترامپتی می نوازند که طولش به بلندی 35 پا می رسد. فرشته ها در ترامپت ها می دمند. و بعد شما شکوه خدا را می‌بینید. رنگین کمانی بالای تخت پادشاهی خداوند نمایان می‌شود. شما 4 جانور را می‌بینید که به بلندی 50 پا می‌رسند. او فوق‌العاده عالی است و همه آنچه که می‌بینید ابر عظیمی است و یک مرد که داخل آن جای دارد. شما دارید به همه این جلال و جبروت نگاه می کنید و با خود می گویید عیسی خداوندا، تعجبی نیست که چرا هر شخصی در جهان می خواهد به تو خدمت کند. به این دلیل که او به ما بهشت را نشان می دهد و مردمی که می خواهند به خدا خدمت کنند به بهشت می روند. پس در حالی که من دارم نگاه می کنم، آنها آن مرد را به جلوی تخت پادشاهی خداوند نگه می‌دارند به خاطر اینکه او هنوز می‌ترسید. سپس می‌بینم دست مردی از آن ابر بیرون آمد و کتاب زندگی او را گرفت. بر روی کتاب زندگی اسم آن مرد در 3 روز قبل نوشته شده بود. من دارم به این صحنه نگاه می‌کنم و ناگهان صدای خدا را می‌شنوم که صحبت می‌کند. میشنوم که خدا میگوید شخص دیگری به وسیله خون پسرم نجات یافته. او گفت عیسی قربانی شد و انسان دیگری به وسیله خون پسرم از دست شیطان نجات یافته است. سپس خدا با آن مرد صحبت میکند و میگوید میبینم که تو تاریخ و زمان معینی از پسرم در روی زمین دریافت کرده ای و آن پیامی که تو از او دریافت کرده ای را هم می‌بینم. و خدا به آن مرد گفت به شادی و سرور خداوند خوش آمدی. آن فرشتگان 1 سینی از طلا آوردند و او تاج را برداشت و بر روی سر آن مرد گذاشت و به آن مرد گفت دیگر هیچ مرگی در اینجا وجود ندارد. دیگر هیچ مرگی و هیچ دردی وجود نخواهد داشت. من همه این چیزها را دوباره جوان می کنم. او گفت به شادمانی و سرور خداوند خوش آمدی. خداوند دستش را بالا آورد و اشکهای آن مرد را پاک کرد چرا که او داشت گریه می کرد. و خدا گفت در اینجا هیچ گریه‌ای وجود نخواهد داشت. و کاری که فرشتگان کردند این بود که تاج را بر سرش گذاشتند و او فریاد شادی سر داد و از جا پرید. سپس تمام خانواده‌اش آمدند و شادمانه برای نجات او آوای پرستش سر دادند و سرود خواندند چرا که خوشحال بودند که او اینجاست.
و بعد من دوباره توسط همون فرشته برگردانده شدم به اتاق عشق‌ها، اتاقی که آن مرد با ردای بنفش آنجا بود. همچنین انواع و اقسام کتاب‌های زیبا آنجا بود. در مزامیر فصل 56 آیات 8 و 9 و 10 می گوید: تو از پریشانی من آگاهی، حساب عشقهایم را داری و آن را در دفترت ثبت کرده ای. روزی که تو را به کمک بخوانم، دشمنانم شکست خورده خواهند گریخت. یقین دارم که خداوند پشتیبان من است. وعده های خداوند را می ستایم و بر او توکل دارم. پس نخواهم ترسید. انسان به من چه می تواند کرد؟ آنچه که من یاد گرفتم این بود که ما با خوبی های من و همینطور کتاب مقدس به جنگ بدی می رویم. و هنگامی که خدا شما را می خواهد و شما تشنه حقیقت وجود خداوند باشید، او شما را سیراب خواهد کرد.